ششم آذر ماه 1394 خورشیدی و 27 نوامبر 2015 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به قتل‌های سیاسی دهه 70 و آدرس‌های عوضی که تو پرونده قتل‌های زنجیره‌ای آوردن. پرده آخرم خواهیم داشت. ترور مخالفان و منتقدان از سال 58 شروع میشه، فردای انقلاب، با ترور شهریار شفیق فرزند اشرف پهلوی در پاریس. و تا امروز آمارها از صد تا صدها تا چند هزار تا ترور شده به دست نیروهای اطلاعاتی و تیم‌های عملیاتی حکومت منتشر شده. هیچ کی نمیدونه چند نفر دقیقاً به جز قاتلان و مسئولان اصلی حکومت. فهرست نام بیش از 300 نفر رو نهادهای مدنی و حقوق بشر منتشر کردن. من برای اینکه این اول کار روشن بشه که عوامل حتی خارجی ترورها، نه اعضای وزارت اطلاعات، عوامل خارجی حتی چقدر در کنف حمایت حکومت هستن تا آخر عمرشون، دیگه اونایی که از کارمندای وزارت اطلاعات بودن هستن که جای خود داره. یک نمونه از این عوامل خارجی رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکی از تروریستایی که کمتر دربارش صحبت شده، یک سال و نیم بعد از انقلاب یکی از ترورهای خارج از کشور رو انجام داد، داوود صلاح الدین، معروف به حسن عبدالرحمن یا حسن تنتایی، یک شهروند مسلمان آفریقایی آمریکایی است که در 31 تیر 1360 در لباس یک پستچی علی اکبر طباطبایی وابسته مطبوعاتی پیشین رژیم پهلوی در واشنگتن را در برابر خانه‌اش با شلیک گلوله به قتل می‌رساند و سپس به ایران فرار می‌کند. نام اصلی داوود صلاح الدین دیوید تئودور بیلفیلد، متولد نیویورک است که در سال 2001 یکی از بازیگران فیلم قندهار ساخته محسن مخمل باف می‌شود. داوود صلاح الدین یک هفته بعد از ترور علی اکبر طباطبایی وارد ایران میشه، یعنی در میره ایران. همسر ایرانی داره، فارسی حرف میزنه. تو این 35 سالی که ایرانه مسئولیت‌های دولتی مختلفی داشته، از جمله برای نمونه یکیش مسئولیت آنلاین وبسایت پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی. روابط خیلی خوبی هم داشته همیشه با یه عده از آدمای جمهوری اسلامی، از جمله یکی دوتا از همین افراد دولت آقای روحانی. خودش میگه 5000 دلار گرفتم، طباطبایی رو کشتم، در رفتم ایران. آدمایی هم هستن که تو مجموعه شبکه تروریستی وزارت اطلاعات بودن و خودشون الان در دولت روحانی هستن، مثل حسام الدین آشنا که خدمتتون عرض کنم فقط آدرس یکی از جلساتشون. آقای رضا گلپور، پژوهشگر مسائل اطلاعاتی و امنیتی در ایران، یک نامه ای می نویسه که کلش بسیار مفصل، 560 صفحه است. خرداد 84 به محمد خاتمی، که البته براش خیلی دردسر میشه و یه دو سه ماهی هم زندان میبرنش از این داستانا، اون موقع البته بعد 13 ماه زندان بود. توی این نامه، صفحه 169 این نامه، نوشته است در تاریخ ششم دی ماه 77 دوری نجف آبادی به همراه حسام الدین آشنا، داماد و معاونش، با مهرداد عالی خانی از مجریان و عوامل قتل ها و سعید امامی در منزل دوری جلسه داشتند از ساعت 10:45 صبح تا 4:00 بعد از ظهر. درباره قتل مولوی عبدالحمید صحبت شده که تو این جلسات همیشه ابلاغ می شده، حذف آدم ها، که البته اون نمونه مثلا مولوی عبدالحمید مثلا قتل عبدالکریم سروشش کدوم عملی نمیشه. آذر 77 داریوش و پروانه فروهر، مسئولان حزب ملت ایران، تو خونهشون سلاخی میشن. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران رو تو خیابون جدا جدا به فاصله یه روز میدوزن، بعد خفشون میکنن، جنازه هاشون رو میدوزن تو بیابون. موسوی و عالی خانی از مسئولان اصلی قتل ها معرفی میشن و موسوی معاون امنیت وزارت اطلاعات اون موقع، معاون دوری نجف آبادی بعد از سعید امامی. موسوی عالی خانی 9 دی 77 دستگیر میشن.
بعد فقط 6 روز بعد از دستگیری اینا، یعنی 15 دی 77، وزارت اطلاعات اطلاعیه منتشر میکنه و میگه قاتلان اعضای محفل خودسر بودن، کجندیش بودن و عامل دست بیگانگان بودن. این سه تا ویژگی رو برای اینا مینویسه، فقط 6 روز بعد. یعنی تو این 6 روز همه اینا رو فهمیده وزارت اطلاعات. از همینجا شک شروع میشه. 2 روز بعد، 17 دی 77، 2 روز بعد از اون اطلاعیه، خامنه ای تو نماز جمعه تهران میگه حتم بدانید کسانی که این قتل‌ها را انجام دادن نیروی نظام نبودن، اینها عامل بیگانه هستند. حدود 30 نفر از اعضای وزارت اطلاعات رو میگیرن، عده‌شون رسما تبرئه میشن یا عده‌شون حکم میگیرن، که از منابع مختلف بارها همینجا گزارش دادیم که هیچ یک از متهمانی که در پرونده قتل‌های زنجیری حکم زندان گرفتن زندان نیستن، هیچ کدوم بی تردید و آزادن همشون. و قبلا صحبت کردیم مثلا کاظمی که مسئولیت‌های غیر رسمی حکومتی هم دارن. ببینید، قتل‌های سیاسی از اول انقلاب تا امروز که فقط 4 تاش به اسم قتل‌های زنجیری پاییز 77 رسما اعلام شد، همه به قول پرویز دستمالچی از جان به در بردگان ترور میکنوس، ترور به نام خدا بوده و پروژه نظام بوده. فهم این موضوع البته خیلی ساده است وقتی برگردیم به صحبت‌های آقای خمینی. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این صد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت ها پیش نمی آمد. خب این زحمت ها از دید آقایون پیش آمد تا سال 75 سعید امامی معاون امنیت وزارت اطلاعات در دوره فلاحیان سخنرانی میکنه تو دانشگاه بوعلی همدان و میگه نظام به این نتیجه رسیده که باید برخورد فرهنگی کرد. یعنی عملا اینجوری شد که با حذف حاملان به زعم آقایون فرهنگ غرب باید از خطر منحرف شدن انقلاب جلوگیری کرد. بعد در جریان حاد شدن اختلاف دو جناح اصلی حکومت، یعنی اصلاح طلب ها و اصولگره ها، آذر 77 پروژه قتل های سیاسی لو میره در اثر این اختلاف و رقابت قدرتی و سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی چنان دگرگون میشه که خامنه ای با جمع کردن اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی و یه عده از قدیمی های وزارت اطلاعات سیستم اطلاعات موازی به وجود میاره، اون چیزی که معروف شده سیستم اطلاعات موازی، که زیر نظر مستقیم خودش از طریق مشتبه خامنه‌ای و حسین طائب از اطلاعات سپاه و مهدی طائب رئیس قرارگاه امور. این زلزله‌ای که در واقع 27 سال پیش سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو زیر و رو کرد، چرا دیگه ازش صحبت نشد؟ جمع و جور شد به قول آقا، به قول آقای خاتمی، به قول وزیر اطلاعات خاتمی. حتی درباره اعدام‌های سال 67 آمدن بعضی از مسئولان حکومت، حالا یا برای توجیه کشتار زندانیان یا تبرئه خودشون صحبت‌هایی کردن، مثل میرحسین موسوی، مثل آقای کروبی، مثل آقای پور محمدی، حتی اینا آمدن صحبت کردن به هر حال، حالا تحت فشار هرچی، ولی درباره قتل‌ها و ترورهای سیاسی هرگز. چرا؟ صرفاً به این خاطر که احکام پرونده متهمان قتل‌های زنجیره‌ای صادر شد و از نظر آقایون بسته شده پرونده، یا منع قانونی داره صحبت کردن دربارش، ممنوعه. دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده شماری از قربانیان قتل‌های سیاسی: بحث
بحث و بررسی این پرونده نه تنها از لحاظ قانونی در شرایط فعلی هیچ منعی نداره، بلکه از جهت سیاسی و اجتماعی این بررسی نهایت ضرورت رو هم داره. بعضی از مسئولین در گذشته درباره این قتل و گفتگو درباره مندرجات پرونده رو ممنوع کرده بودند. این حرف البته توجیه قانونی نداشت، زیرا تنها موردی که به حکم قانون افشای مواردش ممنوع است مذاکرات جلسه رسیدگی دادگاه تا پیش از صدور به اعلام رأی. جز این مورد هیچ مبنای قانونی دیگه‌ای برای منع بحث درباره این پرونده یا هر پرونده دیگه‌ای وجود نداره. و از اونجا که افراد رو فقط به حکم قانون میشه تعقیب کرد و دستورات مسئولین قانون نیست، لذا اگر مرجعی بخواد کسی رو به دلیل بحث درباره یه پرونده که قبلا رسیدگی و مختومه شده تعقیب بکنه، خود اون شخص، خود اون مرجع متخلفه و باید تعقیب بشه. از لحاظ اجتماعی هم تکلیف روشنه. در واقع ضرورت باز شدن این بحث، ضرورت رسیدگی جوانب مختلف این پرونده روشنه. آقای دکتر زرافشان، در پاییز 77 وکالت خانواده محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و از اون دو نفر که عضو کانون نویسندگان بودند و داریوش پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران و چند خانواده دیگه از قربانیان قتل‌های سیاسی از جمله مجید شریف و پیروز دوانی رو به عهده گرفتن. دکتر زرافشان، 2 سال جنگید برای دفاع از قربانیان قتل‌های سیاسی. بالاخره اسفند 79 بعد از چند بار بازداشت به ایشون 5 سال زندان دادن به اتهام افشای اسرار دولتی و داشتن مشروبات الکلی اسلحه. باز اجازه بدید از نامه آقای رضا گلپور به محمد خاتمی براتون بخونم. نوشته است: در بحث ناصر زرافشان با اشاره آقای حجازی، یعنی علی اصغر حجازی، از افراد مسئول بیت رهبر که گفته بود او را از پرونده بردارید، یعنی زرافشان را از پرونده بردارید، نفری از سازمان، یعنی وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی نیروهای مسلح، نفری از سازمان رفته اسلحه ای را که به غلافش هم نمیخورد در دفتر کار زرافشان میگذارد و حتی در میز خودش هم نگذاشتند، بلکه در میز همکارش اشتباها قرار داده میشود و بعد میآیند و میگیرندش به این جرم. معلوماتی نیز دارم که نفر انجام دهنده به عنوان جایزه به زیارت حج رفته و مورد تشویق قرار گرفته است. چقدر این درسته؟ به هر حال آقایون رو تشویق میکنن، ولی این که آمدن و جاسازی کردن و این که تو میز همکار من این سلاح رو گذاشته بودن این واقعیت. خب ولی دلیل واقعی بازداشت چه بود؟ من خب با پرونده در 3-4 مورد مشکل داشتم از همون ابتدایی که اعلام وکالت کردم توی پرونده و در واقع همین مسائل و همین مشکلات معالن منجر به بازداشت خودمم شد. اولا توی این پرونده قتل‌های متعددی وجود داشت که علارغم اینکه اوراق بسیاری رو از پرونده برداشته بودند، هنوز در مدارک و مستنداتی که به 4 قربانی آذر 77 مربوط میشد، داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، تحقیقاتی از عوامل این قتل ها شده بود که طبعا ضمن توضیحاتی که داده بودند اسامی دیگران هم مطرح شده بود و مشخص بود که تعداد قربانیان محدود به این 4 نفر نیست. من از تعدادی از این خانواده ها وکالتنامه داشتم. با ارائه وکالتنامه اولیای دم اون قربانیان، با یادآوری تکلیف قانونی دستگاه کشف و تعقیب جرم که مکلف قاضی رسیدگی کننده به امر کیفری اگر در جریان رسیدگی به یه جرمی تصادفاً به جرم یا جرائم دیگری برخورد کرد، به هیچ مقدمه مکلف به شروع رسیدگی است، حتی به دادستان رئیسش هم بعد باید گزارش بده، هیچ تشریفاتی نداره. من ایراد نقص کردم، لایحه هم دادم، گفتم این موارد نقص، این عقاریر صریح به قتل‌های غیر از 4 موردی که مطرح هست، این هم دلایل سمت بنده و درخواست تکمیلی کرد. پرونده رفت به هر حال با فشار زیاد پایین و برگشت بالا بدون اینکه هیچ نوع تحقیقاتی صورت گرفته باشد و هیچ نوع اوراق جدید و تحصیلی رو پرونده اومده باشه. ما متوجه شدیم که در واقع این خانه ایست که از پیش سقفش رو زدن. همین نکاتی که آقای دکتر زرافشان فرمودند
به نوعی در نامه رضا گلپور به محمد خاتمی سال 84 عرض کردم که فرستاده شد هست. آقای گلپور مصاحبه‌های متعددی کرده است با متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای. یک کاری با ارزشی که کرده واقعا همینه. موسوی که گفتن متهم ردیف اول پرونده است میگه به گلپور آقای عزیز این کیس سال 77 این که آقای نیازی به 4 فقره آن رسما رسیدگی کرده است 9 فقره بوده است. ما که به عنوان متهمین اصلی به هر 9 مورد اشاره کرده ایم، چرا به 5 فقره دیگر با وجود اقرار سیستم رسیدگی نمی کند؟ چون حتی این 4 فقره هم با سیستم هماهنگ بوده، وگرنه اگر کیس بری بوده چرا آن 5 فقره را سری کرده و اجازه طرح رسیدگی نمیداد؟ از هرمان شمس است، دخالت وزیر. اما به هر حال اینا که بازداشت شده بودن همه کارگزار کسایی بودن که دستور قتل رو داده بودن و البته هیچ وقت این موضوع در به اصطلاح محاکمه ها مطرح نشد. چرا مطرح نشد؟ تحقیقاتی که از متهمین پرونده صورت گرفته بود صراحتا همه اعلام کرده بودند که آمریت به ما ارتباط نداره. حتی من یادم هست در تمدید قرار بازداشت سعید امامی ایشون نوشته بود که همونطوری که مفصلا توضیح داده ام در تحقیقات مورخ فلان قبل از این تمدید قرار بازداشت آمریت به من ربطی نداره و توضیح دادم. معنای منطقی این حرفی که ضمن ابلاغ این تمدید آقای سعید امامی نوشته بود این بود که به تاریخ قبل باید ایشون توضیحات مفصلی در زمینه آمریت داده باشه، ولی هرچه ما گشتیم تو پرونده خبری از چنین تحقیقاتی نبود. متهمینی که تو پرونده مطرح بودن حرفشون این بود که اولا آمریت به اونها مربوط نیست، محور سومم این بود که این قتل ها برخلاف آنچه که عنوان شد که خودسرانه و به وسیله یک محفل و محفلی و از این صحبت ها، این قتل ها کاملا از مجاری سازمانی صورت گرفته و دو تا معاونت اون وزارت خونه و چند تا اداره کلش درش درگیر و دخیل بودن و ابدا کاری نبوده که بیرون از مجاری رسمی و سازمانی انجام شده باشه. حرف ما این بود که به این ادعای متهمین باید در دادسرا رسیدگی شده باشه، باید روشن بشه که دروغ میگن یا راست میگن. ببینین این سه دلیل عمده است در واقع که آقای ظرفشان گفتن با چگونگی روند پرونده مشکل داشتن. یکی این که بنابر اساس همون پرونده ابتر مشخص است که تعداد قتل‌های سیاسی به دست این افراد فقط اون 4 قتل پاییز 77 نبوده، به دست همین افراد. دوم مسئله آمریت و دستور دهندگان و تصمیم گیرندگان قتل‌ها و سوم خودسرانه بودن یا سازمان یافته بودن قتل‌های سیاسی به دست نهادهای حکومت مشخصاً وزارت اطلاعات. میخوام در جریان باشین که در متن رأی دادگاه هم این مطلب قید شده بود. من دارم اینجا براتون میخونم، صفحه 8 رأی دادگاه. از حیث اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائمی بر ضد امنیت داخلی کشور موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی و صدق یا عدم صدق عنوان محاربه و افساد در زمین نیز پرونده جای بررسی و امهان نظر بیشتر دارد. علاوه بر این سازمان قضایی نیروی مسلح در اطلاعیه 13 مرداد 78 تصریح میکرد که این جنایات فراتر از وقوع چند قتل بوده و اساساً در راستای توطئه شوم علیه نظام طراحی به اجرا درآمده است. اینا مسئله بود که بسیار اهمیت داشت و بایستی روشن میشد و علارغم پافشاری من خب دادگاه زیر بار نمیرفت. میخوام بهتون بگم صرفاً در راستای انجام وظایف قانونی و حرفه‌ای وکالتی این مشکل پیش آمد و همونطوری که اشاره کردید خب حضرات ظاهراً به این نتیجه رسیدند که یه جوری باید بنده هستم از اون پرونده. آقای رضا گلپور در همون نامه به خاتمی در سال 84 مصاحبه دیگری هم هست در این نامه که آقای گلپور با مهرداد عالی خانی متهم اصلی دیگر پرونده کرده. اون مصاحبه قبلی که من بخشش رو نقل کردم آقای گلپور گفتم با موسوی، منظور موسوی متهم اول
قصدها عرض کردم موسوی معاون وزارت اطلاعات بعد از برکناری سعید امامی بود و عالی خانی هم که از متهمان اصلی در واقع اون مصطفی موسوی و این مهرداد عالی خانی که البته عالی خانی به سید صادق در یکی از نامهای اطلاعاتیش در موقع قتل به ویژه سید صادق بود. در مصاحبه‌ای که با سید صادق یا همین مهرداد عالی خانی کرده آقای گلپور صادق که سید صادق مهدوی هم گفته می شود می گوید در دادگاه صراحتاً به عقیقی رئیس دادگاه صراحتاً به عقیقی گفتم آقا در پرونده قتل دوانی و شریف هم مطرح است. عقیقی گفت با آنها چه کار داری؟ فقط همین چهار فقره. گفتم آقا من در کشتن آنها هم بودم و دیگه کمدی شده بود. بابا از سال 71 حذف فیزیکی قانونی بود، کد داشت، بخشنامه داشت، امتیاز داشت. بله ایشون همینطوری که عنوان کرده تو این پرونده اینا همین تعداد رو بحث کرده بودن، عنوان کرده بودن، اما ما همون روز هم نوشتیم که تعداد قتل‌ها از 9 تا خیلی بیشتره و یکی از موارد خدمتتون عرض کردم این بود که معلوم بشه در این قالب نه فقط آذر 77 قبل از اون هم اینها یه تعداد زیادی به این سرنوشت دچار شده بودند، در این قالب و به این شکل چه تعدادی کشته شدن مسئله اساسی رسیدگی بشه که نشد. نقطه‌ای هم که ایشون عنوان کرده تو پرونده بود بسیاری جاها اوراق برداشته شده بود ولی چون از روز اول طوری طراحی نشده بود که وقتی بخوان جدا کنند فقط اوراق مربوط به اون چهار نفر بمونه، طبعاً یه جاهای هم پوشی داشت، یه جاهای تداخل داشت در اوراق مربوط به همین چهار نفرم اسامی دیگران آمده بود و این کاملا آشکار بود. علارغم این که اون پرونده ابتری که به دادگاه آمده بود بسیاری از اوراقش رو برداشته بود. خب یک پرسش کلیدی از جمله پرسش‌های کلیدی یکی این است که چرا فقط اون چهار تا ترور رو مطرح کرد، اونا بقیه رو نکردن؟ خیلی روشنی فکر میکنم تمام تلاش این بود که هرچه ممکن است این قضیه بی‌درد سرتر خلاصه تر جمع و جور بشه. همون چهار تا رو چرا مطرح کردن؟ برای اینکه اینها تو جامعه ببینید با اختلافاتی که وجود داشت به خصوص بعضی از کسانی که قبلا خودشون توی اون مجموعه بودند و بعد اونها رو بیرون گذاشته بودند و حالا تو مجموعه دوی خردادی بودند میشناختند، اطلاع داشتند و در واقع تشت رسوایی این قضیه در آذر 77 از بام به زیر افتاد، جامعه در جریانش قرار گرفته بود. بعد از قتل‌های پاییز 77 آقای محمد خاتمی در مقام رئیس جمهور یک تیم ویژه به عنوان کمیته تحقیق تعیین میکنه برای رسیدگی به موضوع قتل‌ها، هر سه از خود وزارت اطلاعات، البته با گرایش دوم خردادی، ربیعی، سرمدی و یونسی. هرچند که مثلا ربیعی که الان وزیر کار دولت روحانی است، دوره ری شهری و فلاحیان در وزارت اطلاعات معاون حقوق پارلمانی وزارت اطلاعات بود. به هر حال پرونده میره سازمان قضایی نیروهای مسلح که اول رئیسش یونسی است و بعد یونسی میشه وزیر و بعد میشه نیازی، حجت الاسلام نیازی میشه رئیس دادرسی نیروهای مسلح. بعد از بازداشت 17 نفر یعنی نگهداشتن و متهم کردن 17 نفر به عنوان متهم پرونده قتل، یه تیم بازجویی میذارن از این متهمان که اون صحبت که میشه که برگه های بازجویی در میاد از پرونده، برگه های بازجویی همین تیم بازجویی اوله که از پرونده در میاد وقتی این تیم بازجویی ها عوض میشه، همینا در میاد، هم ویدیوهای گزینشی که از صحنه های بازجویی خود دوم خردادی ها به بیرون درز میدن در واقع یه تیکه های از برخورد با همسر سعید امامی مثلا دیدین بارها تو همین برنامه که وادارش میکنن بگه 13 بار رفته اسرائیل. فیلمایی هم هست که با کاظمی و علی خانی و کاظمی موسوی و علی خانی و اکبر خوشکوشک و دیگران، حالا عکساشون حداقل شاید داشته باشیم تو این برنامه فرصت باشه نشون بدیم. بعد معلوم میشود که این ویدیوها اساساً برای این منتشر شده، برای این درز داده شده در واقع که تغییر تیم بازجویی رو توجیه بکنن
اعلام شد که تیم اول در بازجوی خشونت خیلی میکرده و که اینا مال همون تیم اولن و بنابراین به دستور محمد خاتمی رئیس جمهور عوض شده اون تیم، اعضای اون تیم اول. همین آدم ها رو بعدن سال 88 همین بازجور سال 88 برای اعترافگیری از همون دوی خوردادی ها میارن تو کار، مثلا از محمد علی ابتهی. بذاریم بگم که ابتهی از جمله کسایی است که در درس دادن اون همین نوار این بازجویی ها یکی از کسایی است که به هر حال دست داشت. از ابتهی، از افراد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از جمله از تاجزاده، از بعضی از اعضای حزب مشارکت، همین بازجوها رو میارن تو کار که از اینا حالا اعتراف بگیرن. دور گردون واقعا. ببینید جواد عباسی کنگوری، معروف به جواد آزاده، همون کسی است که پیشتر فهیمه دوری نوگورانی، همسر سعید امامی یا اسلامی، از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای نیز زیر نظر او چنان شکنجه شد که به علت از کار افتادن هر دو کلیه خود در بیمارستان بقیت الله تهران بستری شد. پس از افشای شکنجه متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، جواد آزاده به همراه 4 تن دیگر از اعضای تیم بازجویی از وزارت اطلاعات اخراج شدند که عبارت بودند از علی اکبر باوند، معروف به مشتبه بابایی، عکسشون رو دیدین، یا امیری احمد شیخ‌ها، معروف به احمد نیاکان، یا تفتازانی مصطفی منتظری، معروف به فرغانی یا شربیانی، و مهدی قوامی هنر، معروف به قوام. وقتی از جواد آزاده پرسیده شد که به چه حقی این همه زندانیان خود را برای کسب اعتراف دروغ شکنجه کردید، پاسخ آن بود که وقتی مقام رهبری گفتند که قتل‌ها قطعاً کار عوامل بیگانه بوده، برای ما تکلیف شرعی ایجاد شد آنقدر آنها را بزنیم تا به عامل بیگانه بودن اعتراف کنند، و مگر می توانستیم اعترافی مغایر با تصریح رهبر از آنان بگیریم؟ حالا این خشونت و وحشیگری ابدا به اهمیت دعوای دو جناح رقیب و جنگ قدرت نیست. کما اینکه تیم بازجویی اول که عوض میشه، حتی گزارش کارش، یعنی همون برگه های بازجویی رو که بعداً بعضیش درس پیدا میکنه بیرون، همونا رو هم حتی نمیدن به تیم بازجویی دوم. چرا؟ چرا؟ واقعا دلیل تغییر تیم های بازجویی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای واقعا همین چیزی بود که دولت خاتمی اعلام کرد، یعنی خشونت اینا در بازجویی ها. فکر کردن قصه به جاهای دوری میرسد و اون تیمی که قبلا بود اصرار داشت، بعضی جنبه ها رو دنبالش رفته بود، بعضی از زوایای پرونده رو که ظاهرا از بالا نمیخواستن اون مسائل مطرح بشه، دیدن زیاد دور رفتن، پرونده رو گرفتن و به کیفیتی که عرض کردم مثل 4 تا قتل خیابانی، شب که صبح میشه تو این تهران 10 تا جسد پیدا میشه و خب یه جوری اونام قتله، حالا یا قاتل پیدا میشه یا نمیشه یا بهش رسیدگی میکنن. جنبه های امنیتی، جنبه ملی این رو، این که در واقع قتل همون 4 نفر تنها نیست، قتل اون 6 نفر تنها نیست، قتل یک سلسله ارزش های اجتماعی و سیاسی، قتل حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم، این جنبه ها رو نمیخواستن مطرح بشه. بنابراین از یک سو ناگزیر بودن یه رسیدگی بکنن چون در سطح جامعه باز شده بود، و از سوی دیگر ظاهرا مصلحت نبود سراغ ریشه های قضیه برن. خب یعنی از ابتدا اراده بود برای، حالا اجباراً برای پیگیری جدی قضیه، و شاید بشه اینجوری تصور کرد که در ابتدای علنی شدن این قتل‌ها در پاییز 77 چنان اوضاع وزارت اطلاعات و کل نظام بحرانی شد واقعاً که نتونستن سنجیده به اصطلاح برخورد بکنن و داشت قضایا، آقای دکتر ناصر زرفشان گفتن، داشت قضایا به جاهای دوری میرفت. مثلا دوری نجف آبادی، وزیر اطلاعات خاتمی، که مخصوصا معتمد رهبره و خیلی از قتل ها به دستور مستقیم او انجام شده، کنار گذاشته میشه و یونسی جاشو میگیره. هرچند دوری نجف آبادی هیچ وقت متهم نشد، ولی بعد که اندکی گذشت و اون تلاطم ها فروکش کرد، برنامه ریختن، سناریو درست کردن که به همون 4 قتل محدود بشه، اونم در یک سیر بی نتیجه برای مردم واقعا. این به طور خلاصه پرسش اینه که همونطور که
قتل‌ها پروژه و تصمیم نظام بود و اصلاح طلب و تون رو نداشت، رسیدگی به پرونده‌ام آیا باز خودش پروژه نظام بود که خواست در واقع اینجوری به نتیجه برسه که رسید؟ ببینید، تضاد بین دو تا جناح قدرت وجود داشت و یه مقداری تحولاتی که در ارتباط با این پرونده رخ داد محصول این تضاد. اصلا جریان قتل‌های زنجیره‌ای از جهتی هم پیامد دیگرگونی‌هایی است که در دهه 70 به تدریج در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی تو ایران به وجود اومد. خب تو این دهه اطلاع دارید در نتیجه عواملی که بحث دربارشون حالا خارج از موضوع و وسیله این گفتار هست، یه تغییرات و تحولاتی توی کشور صورت گرفت که معالن منجر به پیدایش جنبش دوم خرداد شد. جریان دوی خرداد درون مجموعه حاکمه پدید آمد و رشد کرد و در داخل ساختار قدرت به مقابله و معارضه با جناح مقابل در واقع اقدام کرد. انتخابات خرداد 76 به شکل روشن‌تر این صف‌بندی رو نشون داد. در بین جناح مسلط مجموعه حاکم ظاهرا این تحلیل بیشتر از هم به وسیله خود سعید امامی و برخی از کسانی که با او مربوط بودند، این تحلیل و نگرانی حاصل از این تحلیل وجود داشته که امکان بالقوه نزدیکی جناح رقیب با اپوزیسیون یا بخشایی از اپوزیسیون وجود دارد و اگر چون این چشم‌اندازی تحقق پیدا بکند، جناح رقیبش یعنی دوی خردادی ها خواهند توانست زیر پای اونها رو تو دستگاه قدرت خالی کنند. تصور می‌کردند مجموعه های مثل کانون نویسندگان، حزب ملت ایران و شخصیت ها و فعالانی که با هر دو طرف این رابطه یعنی اپوزیسیون و دوی خردادی ها نزدیکند، بالقوه دارای این ظرفیت هستند که به صورت یه حلقه واسطه یا عامل نزدیکی بین جناح رقیب و اپوزیسیون عمل کنند و برای جلوگیری از تحقق همچین آینده محتملی باید این نیروهای بینابینی رو حذف کرد، این رابطه رو قطع کرد. از این جهت هم اتفاقا به خصوص نیروهایی که توان سازماندهی داشتند یا صاحب نظرانی که امکان تاثیرگذاری بر فضای فکری جامعه رو داشتند یا با نیروهای خارج کشور در ارتباط بودند، اینها به عنوان هدف مد نظر قرار می گرفتند. چون اونهایی هم که از دوی خرداد تو این زمینه فعال بودند، افشاگری می کردند، نمیدونم مطبوعاتی داشتند، این حرفا خودشون سابقه تو اون دستگاه داشتند و کم و بیش به کیفیت کارتون مجموعه آشنایی داشتند، به خصوص که بعضی از چهره ها تا سطح معاونت مثلا وزارت اطلاعات بودن تا حالا بیرون گذاشته شده بودند و اینا تو پرونده قتل زنجیره‌ای برای اطلاع رسانی و افشاگری خیلی فعال بودند. و مثل کی آقای دکتر؟ مثل مثلا آقای هدیشون، میدونید که یه زمانی خودش معاون اون دستگاه بود و بعد که از اون دستگاه ایشون رو گذاشته بودن بیرون، تو اون مقطع انگیزه داشت. به این کیفیت تضادی وجود داشت، کشمکشی بین خود جناح‌های قدرت وجود داشت. خب چقدر میشود اعتماد داشت و اطمینان کرد به اینکه خود آقای محمد خاتمی خیلی جدی دنبال ریشه‌کن کردن قتل‌های سیاسی بوده که عاملان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انجام میدادن؟ کسی که اصلا پرونده رو از اون تیم اولی گرفت و رفت بعضی از متهمین رو از بیمارستان آزاد کرد، پرونده رو از این تیم گرفت و به تیم بعدی داد، خود آقای خاتمی. چون احساس میکرد که قصه به جاهای دوری میکشه که نباید. اینها میخواستند در حد همون کسانی که دستگیر کرده بودند، در حد همون عوامل اجرایی قضیه پرونده رو جمع بکنن. کاری که تیم اولی کرده بود این رو میبرد به سطوح دیگه، بحث آمریت رو مطرح میکرد، پیش میکشید. این چیزی بود که نمیخواستن مطرح بشه. اوائل کار آقای نیازی، رئیس سازمان قضای نیروهای مسلح، اومد اعلام کرد که ادعاهای قاتلین دارند که با ماده 226 قانون سابق اینا باید رسیدگی بشه. یعنی میگویند که قربانیان محدور و دم بودند و این ادعاها باید رسیدگی بشه. حتی بحث حکم و فتوا هم در ابتدای کار مطرح شد، ولی بعد که دست و پا رو یه مقداری جمع کردند، یه مقداری تلاطمات اولیه فروکش کرد، به این نتیجه رسیدند که مسئله فتوا، مسئله حکم رو منتفی کنند و به همون کیفیت رسیدگی بشه که شد. خب نقش محمد خاتمی دقیقاً مشخصاً این وسط چه بود؟
آقای خاتمی یه جایی تیمش و دوی خردادیا به دلیل تضادی که با اون جمع حاکم در اون زمان توی وزارت اطلاعات داشتن، خب این انگیزه رو داشتن. یادتون باشه مثلا صبح امروز بیش از همه روزنامه‌هایی که اون موقع در میومد توی این زمینه کار میکرد، ولی از یه جایی خود آقای خاتمی تبدیل شد به ترمز. از همون مقطعی که عرض کردم بعضی از متهمین رو خود ایشون از بیمارستان رفت آزاد کرد و تو دوره ایشون و با نظارت دستور ایشون هم اون پرونده از تیم اول باجوه گرفته شد و تحویل تیم بعدی داد. اینا که بیمارستان بودن کیا بودن و آیا به خاطر شکنجه شدن بیمارستان بودن که رفت آزادشون کرد؟ اکبر خوشپوش بود، همسر آقای سعید امامی بود و تو اون پرونده دیگرانی هم مطرح بودند که وقتی ورق برگشت و تیم عوض شد در واقع اونها رو رها کرد. خانم دوری همسر آقای سعید امامی رو میدونم که وضع جسمیش بد بوده، برده بودن منتقل کرده بودن بیمارستان. خب در اجرای دستور رهبر آمدن گفتن سعید امامی اصلا جاسوس سیا و موساد بوده و این قتل‌عام پروژه صهیونیسم بین الملل است برای ضربه زدن به نظام. شنیدین گه. خب این موضوع که مشخصا درباره سعید امامی چقدر این حرفا واقعا مایه و پایه داشته؟ نه، این حرف بی اساسی بود. حرفای زیادی، سناریوهای زیادی مطرح شد که اساسی نداشت و مسئول قتل ها رو، قتل های سیاسی به طور کلی و پرونده‌ای که شما وکالتشو به عهده داشتید کیا میدونید، کی میدونید؟ من به کلی ترین بیان میتونم بگم استنباطم از مندرجات پرونده این بود که این یه سیاست کلان بود. سالهای سالم ادامه داشته، کاملا هم سازمانی و رسمی عمل میشده. در یه مقطعی به دلیل تضادهایی که وجود داشت بین جناح‌های مختلف قدرت کار بحرانی شد. حتی فکر میکردند، جناح دوی خرداد فکر میکردند که توطئه‌ای علیه اونهاست و ممکنه ادامه هم پیدا بکنه. بلا فاصله بعد از آشکار شدن قتل‌های آذر 77 تیم‌هایی رو اعزام کردن به شهرستان‌ها، اقداماتی در جهت حفاظت از بعضی کسانی که احتمال می‌دادن توی برنامه و توی فهرست باشن برای اینکه جلوی اون ماجرا رو بگیرن. این سیاست کلان در واقع سیاست نظام آیا به گمان شما ادامه پیدا کرد یا همونجا دیگه متوقف شد؟ نه، اونجا متوقف شد برای اینکه هزینه‌اش سنگین بود. ما دیگه تو اون مجموعه شاهد اقداماتی به این شکل نبودیم. خب اون 9 نفری که خود متهمان قتل تو بازجویی‌ها گفتن که ما کشتیم، که نقل کردم از مصاحبه‌های گلپورم با دو تا از اونا، آیا همونها بودن که در دهه 70 به قتل رسیدن یا قربانیان دیگری هم بودن از نویسنده‌ها و شاعران و کلاً روشنفکرانی که حکومت سیاست حذف و کشتنشون رو داشت؟ اون چه که آقای کاظمی اونجا عنوان کرده مربوط به آذر 77 که در آذر این 9 نفر بودن. درست هم هست، اینا پافشاری کرده بودن. حرفشون این بود که ما حذف و ربایش جزء شرح وظایفمون بوده، بهمون ابلاغ شده بوده، اینم پرینت کاریمونه و قبلا هم بسیار از این موارد داشتیم، این کار رو کرده ایم. من اینجا نمیخوام بگم این طرف قضیه، این ادعا درست یا اون ادعا، اما دارم میگویم که تو پرونده عیناً این صحبت ها بود و یکی از مسائلی که ما داشتیم بود که چرا به این ادعا رسیدگی نمیشه. خب این صحبت کاظمی که میشود، کاظمی باز نام ظاهراً اصلی موسوی است که عرض کردم معاون وزارت اطلاعات شد، مصطفی کاظمی یا موسوی و اونم مهرداد عالی‌خانی یا مهدوی یا صادق، اینها دو متهم اصلی پرونده قتل بودن که به 4 بار حبس ابد محکوم شدن، ولی خب تو زندان اصلا نیست. فقط برای بین سالهای 69 تا 77 فهرست بیش از 184 تن از بیش از 180 نفر از قربانیان قتل‌های سیاسی به دست حکومت جمهوری اسلامی منتشر شده که عرض کردم فقط مال سالهای 69 تا 77، یعنی فقط طی 8 سال که قطعا این فهرست هم کامل نیست، اینها ترور شدن. متهمان پرونده 4 تن از 9 قربانی آذر 77 که به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، اینهایی که عرض کردم نگه داشتن و بهشون حکم دادن 17 نفر بودن که یه عده‌شون
حکم های کوتاه مدتی گرفتن که گفتم هیچ کدوم اینا رو نگه نداشتن زندان، و محکومان اصلی هم که کاظمی و عالی خانی بودن که افتادن زندان البته، ولی بعد به دستور بالاتر آزاد شدن. حکومت اعلام کرد سعید امامی متهم اصلی تو زندان داروی نظافت خورده و خودکشی کرده، که بسیاری گفتن او رو کشتن چون او زیاد میدونست. از جمله مهدی خزعلی تو همین برنامه صفحه آخر و قبل هم گفته بود روح الله حسینیان از نزدیکان سعید امامی و از اطلاعاتی قدیمی جمهوری اسلامی که الان هم نماینده مجلسه، او هم گفت اصلا سعید امامی رو حذف کردن برای اینکه همه کاسه کوزه‌ها رو سر اون بشکنن. سعید امامی چی کاره بود در رابطه با قتل‌ها؟ منطور که من استنباط میکنم ایشون حلقه اتصال بین مجریان پروژه های مختلف هست با بالاتر، برای اینکه هر کدوم از این پروژه های مجری داشت، این مجری یه رابطی با تیم عملیات امنیت داخلی داشت که مستقیما کار فیزیکی حذف رو انجام میدادن، و یک کسی هم اون بالا در پروژه های مختلف رابطه با بالاتر بود که اون شخص با آنچه که از مجموع مندرجات این پرونده استنباط میشد سعید امامی. خب اون بالاتر رو بذارین من نمیتونم نگم، اجازه بدین من بگم بقیهشو. یعنی وزیر اطلاعات، یعنی بیت رهبر، مشخصا مجتبی خامنه‌ای، با توجه به رابطه نزدیک مجتبی خامنه‌ای با سعید امامی، ببینید فهیمه دوری همسر سعید امامی یک گفتگویی کرد سایت اسناد انقلاب اسلامی که رئیسش روح الله حسینیانی که توضیح دادم، در این مصاحبه خانم فهیمه دوری همسر سعید امامی گفت در اواخر سال 1369 سعید امامی، مجتبی خامنه ای و همسرشو که دختر حداد عادل است همراهی میکنه لندن برای کاری که بعد معلوم شد اون کار برای درمان نازایی همسر مجتبی بود. دو ماه تمام با این خانواده، خانم دوری میگه، سعید امامی زندگی کرد در لندن. خود آقا مجتبی، پسر آقا و مادر خانومشان شیفته اخلاق سعید شده بودند که حتی تا قبل از دستگیری سعید هم مرتبا خود آقا مجتبی زنگ میزد به سعید. یه نکته دیگه هم اینجا هست در پیوند با سعید امامی. بعضی از نزدیکای سعید امامی میگن که او در 4 قتل داریوش پروانه فروهر و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در اون 4 قتل به طور مشخص نقشی نداشته و بی خودی او رو علم کردن تا هرچی بیشتر پرونده رو به انحراف ببرن. اون حرف که نقل کردید چندان دقیق نیست، برای اینکه خود آقای سعید امامی مثلا ذیل تمدید قرار بازداشتش، نوبت دومی که تمدید شده بود به ایشون، زیر ابلاغ نوشته بود در زمینه آمریت قبول ندارم، و همونطور که در تحقیقات قبلی مفصلا توضیح داده ام آمریت به من مربوط نیست، یعنی تلویحا عاملیت رو پذیرفته بود ایشون و درگیر بودنش توی قتل‌ها رو، ولی بحث اصلی سر این بود که دستور از جاهای دیگه اومده و عامر و تصمیم گیرنده ایشون نبود. یعنی عامل بودن رو در همون 4 قتل هم پذیرفته او طبق گفته دکتر زرافشان. خب چقدر میشود امید داشت بعد از همه این داستانا که قبل از اینکه آدمایی که در جریان هستن از بین برن یا نمیدونم فوت کنن، چقدر میشه امید داشت که این پرونده قبل از این اتفاقا واقعا باز بشه؟ چون میدونیم دیگه نسلهای بعدی و بعدی وقتی میان شکاف تاریخی وقتی میفته تو حافظه ملت، خب هیچ وقت این چیزا روشن نمیشه و بی تردید تبعات سیاسی و تاریخی و فرهنگی روشنی داره بر جامعه. ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای در ایران یک زخم بازه، چون هنوز به طور جدی و واقعی نه این پرونده کما هو و حق مورد رسیدگی قرار گرفته و نه نیروهای اجتماعی که در پس این حرکت و حرکاتی مثل قرار دارند و نه اون پنداشت هایی که از لحاظ فکری
یه همچه حرکاتی رو توجیه و براش دفاع نظری میتراشه. ببینید اینا سه تا سطح مختلفه، هیچ کدوم مورد نقد و واکاوی درست و واقعی قرار نگرفتن. چون اگر چه قتل‌های زنجیره‌ای به طور مشخص به وسیله نیروهای سازمانی یک دستگاه اجرایی و در اون چارچوب سازمانی خاص صورت گرفته، اما ریشه های اجتماعی و فرهنگی این پدیده خیلی فراتر از اون سازمان اجرایی خاص، خیلی گسترده تره و هم محدوده جغرافیاییش هم محدوده تاریخیش وسیع تر از زمان و مکان همین قتل هاست. شما برگردید تو دوران مشروطیت، قبلش نیمه اول دوره قاجارها، اون به بهانه صوفی کش، معروف به صوفی کش، برگردید دوره صفویه، تولایان و تبرایان، ریشه ها تاریخی رو تا اونجا هم میتونید دنبال کنید، پیدا بکنید. و خود این پرونده هم عرض کردم هنوز یک زخم بازه و شاید روزی روزگاری که شرایطی فراهم بشه موجباتی برای رسیدگی و روشن شدن ابعاد تاریکش به وجود. خب با تشکر فراوان از آقای دکتر ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، عرض کنم خدمتون که آمران و دستوردهنده های ترورهای سیاسی در حکومت روحانی سالار، حکومت فقاهتی، بی تردید روحانیون ارشد حکومتی هم. ببینید در اسناد بازجویی سعید امامی آمده است علی فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشوقت، آیت الله مصباح، آیت الله خزعلی، آیت الله جنتی، همین علی جنتی، و گاهی هم از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می کرد و به دست ما می داد. خوشوقت و خزعلی در گذشتن. ایشون بله عکس آقای فلاحیان یه خورده دیر اومد. خوشوقت و خزعلی درگذشتن. مصباح یزدی که نزدیکترین آخوند حکومتی حوزه به خامنه ایست، میدانید، ببخشید من گفتم علی جنتی، ایشون وزیر ارشادن، پدر ایشون آیت الله جنتی که همچنان زنده است، صلاحیت آدم رو تشخیص میده در شورای نگهبان به عنوان دبیر شورای نگهبان. محسنی اژه‌ای که معاون اول صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است و سخنگوی قوه قضاییه است. دوری نجف آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری است. ببینید آقای دوری نجف آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری چی میگه؟ در اسفند 93 بعد از اجلاس خبرگان رهبری، ببینید چی میگه از وارستگی و پاکی و چی بگم حالا؟ با اون ویژگی هایی که خبرگان دارن، با اون ویژگی هایی که قانون اساسی برای رهبری نظام اسلامی تدبیر و مدیریت و فقیه بودن و عادل بودن و شجاع بودن و صفات ارزشمند دیگری که منظور شده و تجلیش رو امروز در مقام معظم رهبریم. این یادآور همون مسئله قدیر خمه، اون آرزوهای دیرینه و آرمانهای بزرگی که بشریت اینجور آرمانها رو داره، آرمانی که انسانهای پاک و پاکیزه و عدالتخواه بر جامعه بشری حاکم باشن. بله، پاک و پاکیزه، عدالتخواه بر جامعه بشری، فلان فلان فلان. تجسمش خود ایشونه، خود آقای دوری نجف آبادی به عنوان هیئت رئیسی، عضو هیئت رئیسی مجلس خبرگان. ببینین این دیدگاه هست که به راحتی میکشه و کشتن مقدس میشه. دوری نجف آبادی آمده تو برنامه ویژه خبر سیمای جمهوری اسلامی میگه هم رهبر مقدس است هم خبرگان مقدسند. در جمهوری اسلامی ایران و این کاری که امام راه رضوان الله علیه فرمودند و ادامش امروز تبلورش در شخصیت مقام معظم رهبریه، رهبری به عنوان یک شخص عادل نایب امام زمان ارواح نافداست. این در هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. خود خبرگان هم همینطور، خبرگان که حقوق بگیر نیستن، حالا یه پاداش عیدی چیزی ما بهشون میدیم برای کمک مثلا به فقرا، نیازمندان و غیره، اما اساسش برای نیست که حقوقی دریافت کنن، امتیازی دریافت کنن، تنها به عنوان یک وظیفه، حتی در انتخابات هم که میخوان شرکت کنن به عنوان یک وظیفه، یک نهاد مقدسه که یک کار بسیار مقدستری رو باید انجام بده، همینطور که بعد از امام راحل یک کار بسیار مقدس رو انجام داده.
خب دیگه نظام در این دیدگاه مقدس است و بنابراین تصمیم هر مسئول و نهاد مسئول این نظام مقدس است. یعنی چی؟ یعنی مثل آیه قرآن است و تصمیم گیری ها بر اساس همین تقدس مسئولان حکومت اسلامی. اینکه در جایگاه مقدس نشستن یا حالا با تعریفی که شنیدین یا با توجه به اینکه خودشون مقدسن، فتوای ارتداد یا دستور قتل میدن و ماموران حکومت میرفتن میکشتن. انصافاً شیوه صدر اسلام تو عربستان 1400 سال پیش، خلیفه دستور میداد و بقیه میرفتن میکشتن. ببینین، من فرصت کوتاهی است، اجازه بدین که از کتاب آقای پرویز دستمالچی، ترور به نام خدای، که قسمتی رو نقل کنم براتون. نوشته است که در اعترافات و نیز شهادت مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی ایران ابوالقاسم مصباحی درباره آمران ترور دگراندیشان در درون و بیرون از ایران در حضور دادستانی دادگاه معروف میکنوس که به پرونده ترور 4 تن از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در برلین رسیدگی میکرد، از جمله چنین آمده است: در دوران حیات آیت الله خمینی تصمیم درباره قتل دگراندیشان در درون یا بیرون بدون استثنا از سوی او گرفته میشد. لااقل یکیشو قطعا میدونیم که دستور ترور هادی خرسندی با امضای شخص آیت الله خمینی بود. پس از فوت آیت الله خمینی و پس از آنکه علی خامنه ای رهبر نظام شد، تحت ریاست و نظارت او شورای به نام شورای امور ویژه تأسیس شد که بر فراز حکومت و تمام نهادهای آن بود. خب من بگم که اعضای این شورای ویژه، اعضای ثابت شورای امور ویژه که درباره قتل مخالفان دگراندیشان تصمیم می گرفتند، عبارت بودند از در آن زمان رهبر مذهبی نظام یعنی آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور علی اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر امور خارجه علی اکبر ولایتی، وزیر اطلاعات و امنیت علی فلاحیان، اینا مال اون موقع است، میتونه با همین سمت ها افراد جدید باشن، اولین وزیر واواک وزارت اطلاعات ری شهری، فرمانده سپاه پاسداران وقت محسن رضایی، رئیس نیروی انتظامی وقت رضا سیف اللهی و آیت الله خزعلی عضو شورای نگهبان به عنوان مسئول امور دینی و مذهبی. خب بریم پرده آخر. برای 20 تومن وام 100 برابر 20 تومن سند بگیرن، اما یه بابک زنجانی پیش میاد میگیم 3 میلیارد 5 میلیارد میگیم سندش کن، میگن رفاقتی دادن رفته. چرا وامو به ما نمیدید؟ مگه کسی میتواند این همه پول بخورد؟ خب دست بقیه‌تونم تو یک کاسه است. اینا ظلم نیست. دولت ها به روزی میرسن و الان رسیدن، ظلم، دروغ میگن مثل آب خوردن. ملت به دولت، دولت به ملت، همه به هم دروغ میگن. بله، شب و روزگار خوش.